أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. حجب أرواح انبیا، شهدا، صلحا، شهدای کشور، هدیه بر روح بلند و ملکوتی امام موسی بن جعفر بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و سلم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله التقوى التي قال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بندگان خدا، خودم و شما را به تقوای الهی سفارش میکنم، همون تقوایی که خدای متعال 11 بار در قرآن کریم قسم یاد کردن، فرمودن و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و اون به اون اعتدال خلقت جان آدمی، فالهمها فجورها و تقواها. خدای متعال به این وجود آدمی فهموندن که راه بد چیست و راه نیک چیست، فالهمها فجورها و تقواها. سرانجام فرمودن قد افلح من زکاها، رستگار شد هر اون کس که خودش رو تزکیه کرد. یعنی این که شما در این عالم چی مقام و موقعیت اجتماعی دارید، استاد هستید، عالم هستید، پروفسور هستید، پولدار هستید، فرمان روا هستید، این به درد من و شما در فردای قیامت نمیخورد. اون که به درد فردای قیامت خواهد خورد این است که آیا من و شما آدم هستیم یا نه، خودمون را آدم تربیت کردیم یا نه. خدای متعال بعد از 11 بار قسم می‌فرماید قد افلح من زکاها، اون کسی که خودش را تزکیه کرد اون آدم رستگار به پیشگاه خدا شد. و قد خاب من دساها، اما اون که خودش را آلوده کرد، در پی تزکیه نفس خودش نبود، سرانجام هویت خودش را، هستی خودش را نابود کرد. ولذا خدای متعال می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خدای متعال ما را اهل تقوا قرار بدهد، در ردیف بندگان خالص و مخلص درگاهش تربیت بکند، بر محمد و آل محمد صلوات عنایت بفرماید. مخدم شما مؤمنان را در این عبادتگاه گرامی می دارم، برای همگانمون از خدای متعال دعای مستجاب، عمل مقبول از خداوند تمنا دارم. هفته قبلی صحبتمون در خطبه اول راجع به یک سلسله مسائل اخلاقی و تربیتی بود که در این هفته هم همون مسائل را پی میگیریم. در خطبه دوم انشاءالله به تناسب زمان به یک سلسله مسائل اجتماعی و تاریخی خواهیم پرداخت. در خطبه اول در هفته قبل عرض کردم که همه بشر، بلکه همه موجودات مسافر لقای پروردگار است. در قرآن کریم می فرماید الا الی الله تسیر الامور، مردم بدانید که همه امور به سمت خدای متعال در حرکت است، همه چیز از خداوند آمده است و به سمت خدای متعال بر می گردد. و ان الی ربک المنتهى، بدانید که همه چیز به سوی خداوند منتهی می شود. و ان الی ربک الرجعا، بدانید که همه شما به سوی خدا بازگشت خواهد کرد. اما در مسئله بازگشت به سوی خدا، اینجا برای انسان یک حساب ویژه را باز کرده، اصلا جزء اعتقادات بشری قرار داده. قرآن کریم می فرماید
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. اهل ایمان کسی هست که ایمان داشته باشد به این که به سوی خدای متعال بر میگردد و سرانجام با خدای متعال در ارتباط مستقیم خواهد شد. این باید یکی از عقاید مسلمانان، یکی از عقاید مؤمنین باید باشه. بعد میفرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. کسانی که راضی شدن به این زندگی دنیا و امید ندارن، باور ندارن به این که قیامتی هست، باور ندارن به این که در ارتباط مستقیم با خدای متعال خواهد شد، اینها بدانن که جایگاه اینها جهنمن. به هر حال قرآن کریم میفرماید این باور را داشته باشید که یک روز شما به سوی خدا خواهید برگشت و در ارتباط مستقیم با خدا خواهید شد. البته در دنیا هم انسان‌هایی بودند که در ارتباط مستقیم با خدا بودند. اونها تنها انبیا بودند. انبیا تنها انسان‌هایی است که در ارتباط مستقیم با خدا شدند. منتها خدای متعال بشر را می‌خواد امتحان بکند. این دنیا دنیای امتحان است. لذا خداوند اجازه نداده است که همه بشر در ارتباط مستقیم با خدا باشد. تنها انبیا از باب ضرورت در ارتباط مستقیم با خداست. اگر همه بشر در ارتباط مستقیم با خدا بود مانند انبیا، اون زمان مثل اینه که انسان خورشید را ببینه، طبیعی است اگر انسان دیوانه نباشه هیچ وقت این کار نخواهد کرد خورشید را. اگر انسان در ارتباط مستقیم با خدا باشد، باز هم خدا را انکار بکنه، قیامت را انکار بکنه، این مگر دیوانه باشد؟ ولذا حجت خدا تمام میشه. نه، برای اینکه خدای متعال بشر را امتحان بکنه، خوبان را از بدان جدا بکنه، و خدای متعال برای اینکه برای من و شما بفهمانه چه کسی مطیع دستور خداست، باور به دستور خدا دارد، باور به گفته انبیا دارد، لذا از باب امتحان اجازه نداده که همه بشر در ارتباط مستقیم با خدا باشد. توده از مردم را، اونم از باب ضرورت، انبیای خداست که تنها اجازه دارد در این دنیا در ارتباط مستقیم با خدای متعال باشد. به هر حال نکته این شد که همه ما مسافر لقای پروردگار و در حرکت به سوی پروردگاریم. البته این حرکت ها فرق دارد، مانند حرکت دنیایی نیست. حرکت دنیایی من و شما مثلا از این نقطه حرکت میکنیم به نقطه دیگری میرویم، اینها حرکت های انتقالی است. یک حرکت داریم، حرکت وضعی است، مثل اینکه یک چیز به دور خودش بچرخد، مانند سنگ آسیاب، مانند گردش کره زمین به دور خودش، اینها حرکت وضعی است. یک حرکت دیگری هم داریم، اون حرکت ها حرکت های کمی است. شما یک نهال را وقتی که در زمین غرس میکنید، سرانجام این نهال رفته رفته به یک درخت تنومند تبدیل میشود، این حرکت حرکت کمی است. یک حرکت دیگری هم داریم به نام حرکت کیفی. این میوه ها وقتی که خام است شما میبینید یک رنگی دارد و یک نوع مزه ای دارد، اما وقتی که به پختگی میرسد مزه دیگر پیدا میکند، رنگ او هم عوض میشود. اینها حرکت ها حرکت های کیفی است. حرکت انسان به سوی خدا خیلی پیچیده تر از این مسائل است. به هر حال در انسان استعداد هایی است. حرکت انسان این گونه است، انسان نطفه امشاج است، یعنی یه نطفه است که در او استعدادهای گوناگون وجود دارد. باید بشر این استعدادها را در پرتو عبادت، در پرتو بندگی به خدا باید به کمال برساند. پس این رسیدن انسان به مراتب کمال گوناگون همون حرکت انسان است، از مرحله استعداد به مرحله فعلیت. لذا همه انسان‌ها به سوی خدا در حرکتیم، برای اینکه خودمون را، شخصیتمون را کامل بکنیم، خودمون را به کمال برسانیم. و عرض کردیم که این حرکتی که به سوی خدا انجام می شود چند چیز لازم دارد. حرکت اول باید در صراط مستقیم باشد. اون صراط مستقیم کجاست؟ اون بستری که به عنوان صراط مستقیم یاد می شود، در هفته گذشته عرض کردم صراط مستقیم همون راهی معرفتی است، همون راهی دینی و اعتقادی است که انبیا به اون راه روان است. و اشتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. قرآن کریم میفرماید ما انبیا را برگزیدیم، اینها را به صراط مستقیم هدایتش کردیم. پس اون صراط مستقیم راه انبیا است. اون صراط مستقیم راه کسان است که خدای متعال به اونها نعمت داده. صراط الذین انعمت علیهم. بعد می فرماید این منعمین چه کسانی هستند؟
سرانجام و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این صراط مستقیم همون راه انبیاست، همون راه صدیقان است. صدیقان یعنی بعد از پیامبران خدا قرار داره. این صدیقان همون ائمه طاهرین علیهم السلام است. بر اساس حدیث شریف ثقلین که می‌فرماید ان تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، مردم من دو چیز را بعد از خودم در میان شما امانت گذاشتم، یکی کتاب خداست، یکی عترت رسول الله است. اگر به این دوتا متمسک شوید هرگز گمراه نخواهید شد. ولذا صراط مستقیم اهل بیت پیغمبر است. بر اساس حدیث سفینه هم فرمود، این حدیث است که اینها در منابع شیعه و سنی موجود است، فرمود که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح فیکم، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل اهل بیت من بعد از من در میان امت من مثل کشتی نوح است. هر کسی که سوار این کشتی شد خودش را نجات داد، هر کسی که سرپیچی کرد سوار این کشتی نشد، یعنی برای اهل بیت نرفت، به عقیده اهل بیت رسول الله نبود، اینها خودشون را غرق کردند. اینها در اون یک مسیر انحرافی داره حرکت میکنن. ولذا صراط مستقیم بعد از رسول خدا اهل بیت رسول خدا سلام الله علیهم اجمعین است. این حدیث حدیث معروف است که در بین شیعه و سنی در حد تواتر معنوی است. پیغمبر خدا فرمود وقتی که من از دنیا رفتم امت من 72 فرقه یا 73 فرقه می شود، از بین آنان یک فرقه اهل نجات است، همیشون در گمراهی است. بعد اینجا بزرگان دین آمدن، شیخ محمد عبدو از اون بزرگان مصر است، الازهر مصر است، از علمای بزرگ اهل تسنن است که سرانجام الان به رحمت خدا پیوسته. ایشان میگه من نفهمیدم سرانجام که این 72 فرقه همش بالاخره اهل زلالتن، در گمراهیه، یک فرقه اهل نجات، این فرقه کیه؟ در بعض احادیث آمده که انا و شیعتی، پیغمبر گفتن من و پیروانم، همه مسلمانان خودش را پیروان پیغمبر میدانن، ما انا علیه و اصحابی. در بعض احادیث آمدن که همون مسیری را که من هستم و همون اعتقاد را که من دارم و اصحاب من دارم. و همه مسلمانان را شما ببینید خودش را بالاخره به یک صحابه پیغمبر منتسب میدانن. هر گروهی از مسلمانان در بینشان یک نفر یا دو نفر دست کم از صحابه پیغمبر وجود داره. تازه صحابه پیغمبر مردمان عادی است. بالاخره اون یک فرقه کیه که پیغمبر گفتن همه این 72 فرقه امت من اینها هلاک خواهد شد، اینها در مسیر انحرافی داره حرکت میکنه و یک گروه در مسیر حق و در مسیر نجات داره حرکت میکنه. دانشمندان اهل تشیع آمدن گفتن از این حدیث از درون خودش چیزی فهمیده نمیشه که اون گروه اهل حق کیست، اون گروه اهل نجات کیست. اما با توجه به احادیثی که به عنوان قرینه منفصله به اصطلاح ما طلبه ها وجود دارد، آمدن گفتن که اون چیزی که بعد از من میتونن اسباب هدایت باشد یکی کتاب خداست. کتاب خدا چرا اسباب هدایته؟ چون کتاب خدا شاخص است در بین همه سخنها. هر بشر هر سخنی رو که میگن سخنشون در معرض خطاست. تنها سخنی که معصوم از سخن خداست. هیچ آیه از قرآن بر خطا نیست. همه آیات قرآن معصوم است. کلام پیغمبر بعدش اگر واقعا کلام پیغمبر باشد، کلام پیغمبر معصوم است. اینجا شما دقت بکنید چرا انسان اگر پیروی کلام خدا و کلام رسول الله بود خطا نمی کنه؟ چون اینها معصوم است. اون گروهی هم که پیغمبر فرمود بعد از من اینا اهل نجات هست، اینها در مسیر حق داره حرکت میکنه، باید داشته باشیم که یک شاخصه ای داشته باشه که دیگر گروه های مسلمان نداشته باشه. اونها باید گروهی باشد که در بینشون معصوم بعد از پیغمبر باید وجود داشته باشه. انسان معصوم همونطور که کلام معصوم هدایتگر است، انسان معصوم هم هدایتگر است. لذا رسول خدا فرمود بعد از من دو چیز شما را هدایت میکنه، یکی کلام خداست چون معصوم است، یکی اهل بیت من است چون معصوم است.
پس صراط مستقیم بعد از پیغمبر خدا اهل بیت پیغمبر است. ما باید این حرکتمون در صراط مستقیم باشه. گفتم نکته دوم اینه که در این صراط مستقیم باید توشه داشته باشیم. توشه صراط مستقیم تقواست و بهترین توشه هم در این راه خواهد بود که سرانجام انسان را به نتیجه خواهد رسون. مرکب گفتم لازم است. مرکب این راه عبادت و عبودیت و بندگی در مسیر لقای الله است. انسان ها در حال حرکت به سمت خداست. خب سرانجام خودش رو به خدا میرساند. در روز قیامت همه ایمون به خدا خواهیم رسید. در ارتباط مستقیم با خدای متعال خواهیم شد. وقتی که در ارتباط مستقیم با خدا شد، گروه سعادتمند در نهایت لذت و آرزوی خودشون میرسن. البته اینها مراتبی دارند. یک گروهی از این مؤمنان در بهشت جاودان قرار میگیرند، اونجا جایگاه دارند. ولی گروهی هم هست که در اون نهایت مقام معنوی میرسن، اون بازم اهل تقواست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در نهایت مقام تقرب الی الله میرسن، اون بازم اهل تقواست. خدا رو ملاقات میکنیم، گروهی از خوشحالی، از لذت بی پایان غرق در لذت خداست. اما گروه دیگر اون روز برایشون مصیبت است. اونها چی کسانی هستند؟ اونها هیچ بهره ای از ملاقات خدا نمیبرند. اونها کسانی هستند که و من کان فی هذه اعما، کسانی هستند که دلشون در این دنیا کور بودند، عقلشون رو برای شناخت حقیقت به کار نگرفتند. کسانی که دلشون در این دنیا کور بودند فهو فی الاخره اعما و اضل، در آخرت کرترن، کورترن و گمراهترن. کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. قرآن کریم می فرماید فردای قیامت که میشه یک تعداد اصلا حجاب بین اونها و بین خدا قرار میگیرن. چرا؟ چون اینها در دنیا نخواستن که از هدایت بهرمند شدن، ولی در اون روز از لقاء رحمت پروردگار اینها محروم است. پس بشر در هنگام ملاقات با خدا دو گروه میشن. البته ملاقات با خدا این ملاقات با چشم سر نیست. مؤمنان، شما وقتی میگین بدنتون رو از سراپا درد میگیرد، در واقع بدنتون ملاقات با درد کردن. این درد را که شما احساس میکنید، آیا احساس با چشم است؟ یک احساس با تمام وجود است. درد رو انسان احساس میکند، اما احساس درد به معنای دیدنی با چشم نیست. فردای قیامت که انسان به لقای پروردگار رسید، خدا را ملاقات کرد، ارتباط با خدا پیدا کرد، با تمام وجود خدا را و رحمت خدا را این گونه مانند احساس درد به وجود خودش احساس میکند. از این ملاقات لذت میبرد مؤمنان. پس خدا را ملاقات خواهیم کرد. با چی ملاقات خواهیم کرد؟ اگر بندگی کرده باشیم، اگر عبودیت انجام داده باشیم، اگر خودمون رو به کمال رسانده باشیم، غرق در لذت خواهیم شد. از کجا بفهمیم در این دنیا که آیا این عبادت هایی که ما انجام میدیم اصلا موجب تکامل ما میشود یا نمیشود؟ ما رو یک گام به سوی خدا پیش میبرد یا نمیبرد؟ اینا نشانه هایی دارد. ما باید متوجه باشیم که یکی از نشانه های این که واقعا ما عبادتمون برایمون مؤثر بوده و ما رو به کمال رسونده، یک گام به خدا نزدیک کرده، این نشانه است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. این نمازها، این روزه ها، این قرآن خواندن ها و این حج انجام دادن ها اگر ما رو مسلط بر نفس امارهمون کرده است، بدانیم که به خدا یک رتبه نزدیک شده ایم. آیا چشممون رو از حرام نگه داشتن میتونیم یا نمیتونیم؟ گوشمون رو از شنیدن حرام جلوگیری میتونیم یا نمیتونیم؟ اونجایی که مال مردم دسترس ماست، قدرت داریم که به مال مردم تعدی بکنیم، آیا در اونجا جلوی تعدی نفسمون رو میگیریم یا نمیگیریم؟ اونجایی که حرص بر ما غلبه کردن، آیا جلوی حرص و طمعمون رو گرفته میتوانیم یا نمیتوانیم؟
آیا به حقوق مردمان احترام قائل هستیم یا نیستیم؟ آیا واجبات خدا را میپردازیم یا نمیپردازیم؟ اونگاهی که پای خمس و زکات در میان میاد، آیا واجبات خدا را میپردازیم یا نمیپردازیم؟ اگر واقعا این کارها را داریم انجام میدیم، پس بر نفسمون مسلط شده ایم، یک گام به خدا نزدیک شده ایم. این نشانه اول که انسان بفهمد که آیا این نمازها و این عبادت ها برای انسان مؤثر بوده یا نبوده، انسان را به کمال رسونده یا نرسونده، این نشانه اول. نشانه دوم اینه انسان بر اندیشه خودش از این بالاتر، باز هم اگر حرکت کردید به سمت خدا جلوتر رفتید، به جایی میرسید که مسلط بر اندیشه ایتون میشید. قرآن کریم میفرماید آنانی که واقعا اهل نمازند، اهل نماز است، نماز واقعی دارن میخوانه، میفرماید قد افلح المؤمنون، این نماز اینها را رستگار میکنه. نماز مؤمنان اسباب رستگاری اونهاست. این نماز چی ویژگی دارد؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، این نماز نماز است که با تمام توجه به خدا از اول تا به آخر خوانده میشه. این نماز با تمام خشوع و تواضع در برابر خدا خوانده میشه. کی انسان میتونه نماز با توجه بخونه؟ وقتی که انسان بر قوه خیال و اندیشه خودشون مسلط باشه. اگر واقعا میتوانید از اون لحظه ای که نماز را دارید، تکبیرت الاحرام میگین، تا اون لحظه ای که و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به پایان میرسانید، همه این وجودتان با تمام وجود، این نفس شما اینجا حضور غیاب میشه. در پیشگاه خدا اگر موجوده، بدانید که بر اندیشه‌تون، بر خیالتون مسلط هستید و لذا یک گام به سوی خدا پیش رفتید. پیغمبر خدا میفرماید انسان در چنگ اون اندیشه و خیال خودش مثل یک پرکاه است که شما ببرید این رو در دل یک درخت آویزون بکنید، اونم در بیابان که باد بوزد. اندک بادی که میوزد، این پر، این پر مرغ که در اون دل درخت هست زیر و رو میشود. انسان اگر در دست اندیشه خودش اینطوری بودن، معلوم است که راهی به سوی خدا نبردن. اگر مسلطی توجهتون در نماز واقعا هیچ وقتی منقطع نمیشه نسبت به خدای متعال، بفهمید که خیلی پیش رفتید. اون وقتی که شما در کار هستید، در یک کار عادی، بازم اگر توجهی به خدا دارید، از خدا میترسید، بدانید که شما پیش رفتید به سمت پروردگار. نردبان ترقی و کمال را در واقع پیموده. بالاتر از این هم داریم، نشانه دیگر اینه اولیای خدا، البته این دیگه ویژه اون خاصان درگاه پروردگار است. توده مردم ممکنه تا این دو مرحله برن، ولی ممکنه مؤمنان در بین من و شما باشه که از اینم جلوتر رفته باشه. انسان گاه دارای قدرت روحی می شود، بر روحشان مسلط می شود. یعنی چی؟ یعنی کاری میکنه که این بدن به این روح نیاز داره، ولی این روح به بدن نیاز نداره. این روح ممکنه لحظه از بدن جدا شود و نظارگر بدن خود باشه. این قدرت روحی برای اولیای خدا در اثر عبادت پیدا میشود. بالاتر از این هم گفتن گاهی کار انجام میده، روح انسان اگر صعود بکنه به سمت خدا، که در همین دنیا ساعتهای و لحظههایی این بدن سر جای خودشون باشد و نفس نکشد، حتی که نیم ساعت نفس نکشد، یک ساعت نفس نکشد. روح انسان اگر بر بدن مسلط شد، این گونه ممکن انسان در پرتو عبودیت به اینجا برسد. و بالاتر از این هم گفتن گاهی ممکن است انسان تصرفی اصلا در موجودات بیرون از وجود خودش انجام بده، که این البته خیلی در بین دیگر آشکار نیست، بودن در تاریخ انسان‌های اینچنین که نقل شدن. حضرت عیسی روح الله سلام الله علیه مشخص بودن که ایشان میگه ان اخلق لکم، من به جای رسیدم که الان چیز را خلق میکنم، من تین کهیئت طیر، از گل پرنده خلق میکنم. توجه داشته باشید، نمیگم من از خدا میخواهم که خدا خلق بکند، نه، نمیگن من از خدا میخواهم خدا فرشتگان را ارسال میکند و یک پرنده را خلق میکند. نمیگن من با استفاده از علمی که از خدا گرفتم اسبابش را پیدا کردم، با این اسباب پرنده خلق میکنم. میگن من خودم خالق این پرنده ام، منتها به اذن الله خالق هستم.
من خودم مرض پیس و جزام را شفا میدهم با اراده نفسانی خودم، منتها با اجازه از جانب پروردگار به اینجا رسیدم. ممکن است انسان‌های در پرتو عبودیت، همون آدم‌هایی که در زمان حضرت سلیمان کاری کردند که در یک چشم برهم زدن تخت بلقیس را از یک کشوری به کشور دیگر حاضر کردند، انسان در پرتو عبادت و عبودیت ممکن است به این قدرت روحی و معنوی هم برسد. اگر انسان به اینجاها رسید، این نشانه این است که در پرتو عبادت راه کمال به سمت خدا را پیمایش کرده است. اینا نشانه دارد از خودش که آیا واقعا این عبادات و این بندگی تأثیرگذار بوده است یا نبوده است. نکته دیگری که راجع به عبادت و عبودیت میخوام عرض کنم این است، این را باید همه بدانیم، این که ما عبادت خدا انجام میدهیم، خدای متعال میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، برای این نیست که نعوذ بالله خدای متعال به این عبادت های من و شما نیاز داشته باشد. اگر یک وقت ما عصیان کردیم خدا به هدفش نرسیده باشد. خیر، همانطوری که عرض کردم این عبادت ها برای اینه که خودمون رو به کمال برسانیم. جسم ما نیاز دارد به آب نیاز دارد، جسم ما به غذا نیاز دارد، جسم ما به هوا نیاز دارد. هوا که به جسم ما نیاز ندارد که، غذا به جسم ما نیاز ندارد، آب به جسم ما نیاز ندارد. همینطوری که بدن ما نیاز به غذا دارد، به آب دارد، به هوا دارد، روح ما نیاز به خدا دارد، روح ما نیاز به عبادت دارد. اگر ما عبادت انجام ندیم روح ما ناقص مونده، روح ما مرده است. روح بشر ترکیبی است از یک سلسله امور نامحسوس، همونطوری که بدن انسان بالاخره ترکیبی است از یک سلسله عناصر و نیازهایی دارد، روح بشر هم نیازهایی دارد. یکی از نیازهای روح بشر احساس به شناخت است. شما ببینید می توانید روح بشر را از شناخت جلوگیری بکنید؟ همینطور که نشسته ایم همه بانمان دوست داریم بفهمیم در اون عالم آخرت چی میگذرد، در این کرات آسمانی چی میگذرد، در این کشور و اون کشور چی میگذرد. همه ایمون احساسی به معرفت و احساسی به حقیقت داریم. این احساس است که بخش از روح ایمون رو تشکیل داده. همه ایمون احساسی به زیبایی داریم، زیبایی رو دوست داریم. این اقتضای روح بشر است، اقتضای جسم بشر نیست. همونطوری که جسم بشر اقتضا دارد باید تغذیه بکند، روح بشر اقتضا دارد باید زیبایی بطلبد. همه چیز زیبا را ما دوست داریم، خانه زیبا را، شهر زیبا را، کشور زیبا را، چشمنداز زیبا را، عالم زیبا را، خلقت زیبا را، همه چیز زیبا را دوست داریم. چرا دوست داریم؟ این بخش از اقتضای روح ماست. روح بشر اینجور آفریده شده. اگر بشر زیبایی را دوست نداشته باشد روحشان ناقص. بشر با احساس فضیلت طلبی خلق شده. همه ایمون احسان را دوست داریم، همه ایمون از خود گذشتگی را دوست داریم، همه ایمون شجاعت را دوست داریم. هرچند خودمون دروغ بگیم راستی را از کسانی دیگر دوست داریم. هیچ وقت چون خودمون دروغ میگیم اینطوری نیست که دوست داشته باشیم دروغ گفتن. در این حالی که خودمون دروغ میگیم غیبت میکنیم، دوست داریم بالاخره فلان آدم پاک را، دوست داریم فلان ایثارگر را، دوست داریم فلان شجاع و از خود گذشته را. این نیاز روح بشر است. روح بشر اینجور خلق شده، این واجد احساس فضیلت هست. فضیلت بخش از روح بشر است، بخش از نیازهای روح بشر است. احساس به تعبد و احساس به عبودیت هم یکی از نیازهای روح بشر است. اگر عبادت نباشد، اگر تقدیس نباشد، اگر عبودیت نباشد، روح بشر ناقص مانده. اگر خدا نبود، اگر عبادت خدا نبود، بشر ناقص مانده بود شخصیتشون، روحشون. چون بشر میخواد خودش رو آخر به لذت کامل برسونه، به جایی برسانه که در اونجا هیچ رنج نباشه، هیچ زحمت نباشه. بشر طالب سعادته، بشر طالب جاودانگیه. کی بشر جاودانه میشه؟ بشر طالب عمر جاودانگی است. همه ما دوست داریم مرگ اصلا سراغمون نیاد. کی جاودانه میشیم؟ در پرتو عبودیت جاودانه میشیم.
در پرتو عبادت و عبودیت هست که به لذت بی پایان میرسیم، در پرتو عبودیت هست که به آسایش و سعادت ابدی میرسیم. اینها نیاز روح بشر است. پس بنابراین خدای متعال میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس جن را خلق نکرده این مگر برای اینکه منو عبادت بکنه. این عبادت برای این نیست که نعوذ بالله خدا نیاز داشته باشه، این عبادت را ما نیاز داریم. من بشر میخوام اعلان بکنم در شبانه روز 5 مرتبه خدایا من بنده تویم، من به این نماز خواندن میخوام اعلام نیاز بکنم، من میخوام نیاز خودم را برآورده بکنم، نه اینکه تو به عبادت من نیاز داشته باشی. این عبادت ها باید به این شیوه انجام شود. اگر به اینجا رسیدیم به اون مقامات و کرامات معنوی میرسیم که اهل عبادت خواهد رسید. انسان در پرتو عبادت به کجا میرسد؟ ختم کلام من، زینت بخش کلام من گفته های امیرالمومنین علیه السلام باشد. میفرماید قد حفت بهم الملائکه. در پرتو عبادت به جایی میرسید که فرشتگان خدا یک روز به دور شما حلقه خواهد زد و تنزد علیهم السکینه، آرامش خاصی سراسر وجود شما را فرا خواهد گرفت. اینها نیاز است. انسان واقعا نیاز داره که شخصیتش تکریم شود. انسان نیاز داره به اینکه از شخصیتش تحویل گرفته شود. کجا انسان اینجور درست تحویل گرفته میشه که در خور شخصیتش باشه؟ میفرماید که و تنزد علیهم السکینه، روز فرا خواهد رسید که آرامش خاصی سراسر وجود شما را فرا خواهد گرفت. و فتحت لهم ابواب السما، درهای رحمت خدا بر روی شما باز خواهد شد. و اعدت لهم مقاعد الکرامات، جایگاه بیمانند و بی‌نظیر و ارجمندی که در پرتو الطاف بیکران الهی آماده شده است به اونجا قرار خواهید گرفت. فی مقام اطلع الله علیه فیه، جایگاهی که خدا خودش میدانه برای کدوم بنده اش شایسته است. فرضی سعیهم، اون روز خدا رضایت خودش را از تلاش شما اعلان میکنه. فرضی سعیهم، نمیدانید وقتی که رضایت خدا از بندش اعلان میشه چه لذتی داره برای بشر. بالاترین لذت قرآن میگه همینه و رضوان من الله، اون لحظه است که خدا رضایت خودش را از شما اعلان میکنه، این بالاترین لذته. و حمد مقامهم، اون لحظه است که خدا بر شما آفرین میگن در پرتو این عبادت ها و این زحمت ها. و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز، اون لحظه است که بوی مغفرت خدا را استشمام میکنید. پس رفتن پرده های تاریک گناه را احساس میکنید و غرق در رحمت و لذتی که خدا برای شما خواهد داد غرق خواهید شد. خدای متعال ما را در ردیف بندگان صالح مخلص درگاه خودش قرار داده، دعاهای من را به هدف اجابت رسونده و اعمال من را به درگاهش قبول بفرماید. بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم مصطفى محمد. وعلى وصي رسول رب العالمين مولانا امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره قرة عين النبي المصطفى وعلى الحسن والحسين ستي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد
وعلى محمد بن علي وعلى الحسن وعلى القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمین یا رب العالمین. در این خطبه از حضور نورانیتان اجازه میخوام مؤمنان که راجع به اخلاق سیاسی و راجع به تبعید امام موسی بن جعفر از مدینه به بغداد بپردازم. دین اسلام یک دین کامل است، همانطوره که اسلام برنامه های حقوقی برای ابعاد گوناگون زندگی بشر دارد، همینطور برنامه های اخلاقی و تربیتی هم برای ابعاد گوناگون زندگی بشر دارد. همینجور که اسلام اخلاق خانوادگی دارد، اخلاق برای همسایه ها دارد، اخلاق اجتماعی دارد، اخلاق برای اهل سیاست هم تعریف کردند. یکی از خلقیاتی که برای هر بشر زیباست، به خصوص برای اهل سیاست زیباتر است، مسئله خردورزی است، مسئله عاقبت نگری است. هر انسانی باید عاقبت نگر باشد، باید خردمند باشد، باید خردورز باشد. اما اهل سیاست باید بیشتر اینها خردورزی داشته باشند. اگر به این جایگاه نیست، بهتر است که در این پست قرار نگیرند. منظور از خردورزی یعنی تدبیر امور به صورت شایسته، به گونه ای که کارگشای مردم باشد، به گونه ای که مشکلات مردم با هر تصمیمی که گرفته می شود حل بشود. پیغمبر خدا فرمود خردورزی این است که اذا هممت به امر فتدبر عاقبته. اون گاهی که راجع به یک موضوع مهم تصمیم می گیری، آینده اش را عاقبت نگری بکن، ببین چی پیامدهایی در انتظار کار توست. یک وقت شخص آمد، یا رسول الله مرا نصیحت بفرما. پیغمبر خدا فرمود آیا اگر نصیحت بکنم نصیحت مرا پذیرا خواهی شد؟ فرمود البته. بعد از اینی که پیغمبر از این آدم تعهد گرفت، فرمود اذا هممت به امر فتدبر عاقبته. وقتی تصمیم گرفتی عاقبت کار خودت رو بسنج و خوب فکر بکن. بار دوم آمد همین نکته را گفت، بار سوم آمد همین نکته را گفت. سرانجام رفتن پی کار خودشون. زمان رسید که بین قبیله او و یک قبیله دیگری نزاع در گرفت. دو طرف آماده حمله به دیگر شد، شمشیرها را کشیدن به جان همدیگر. سرانجام در اون لحظه آخر نصیحت پیغمبر به یادش آمد که انسان به هر کاری که میخواد اقدام بکنه باید عاقبت کارش رو خوب فکر بکنه، باید خردورزی به کار به خرج بده از خودشون. لذا نزدیک شد به صف طرف مقابل، به صف رقبای خودش. فرمودن شما از ما چی میخواهید؟ اونا خواسته های خودشون رو مطرح کردن. سرانجام خواسته هایی که بر حقی که اونها داشتن تسلیم خواسته های اونها شد و سرانجام این نزاع و درگیری خاموش شد. در اینجا یک عاقبت سنجی و یک بالاخره فکر درست، یک اندیشه درست خونهای انسان زیاد را به هر حال نجات داد. در فیلادلفیای آمریکا میگن یک زمان مسئله قماربازی بین خانوم ها خیلی رواج پیدا کرد، شیوع پیدا کرد. دولت مردان خودشون هر کاری کردن، هر تدبیری را سنجیدن، ریشکن نشد مسئله قماربازی در خانواده ها، داشت بیداد میکرد. خانوم ها میرفتن تمام سرمایه های زندگی خانه و خانواده را در اثر قمار برباد میداد. تدبیری فکر کردن، رفتن دست به دامن وعاظ و فصحا و بلغا و اهل سخن شدن و کشیشان را به صحنه آوردن و اینا از خدا ترسوندن و حرفای را گفتن و به ضرری به اصطلاح مسائل قماربازی هر کاری کردن، سرانجام مسائل قماربازی رو شکن نشد. اما یک شهردار با تدبیر، یک مرد خردمند و با اندیشه پیدا شد، با خودش فکر کرد که هر چیز یک علتی دارد. این خود یک پدیده اجتماعی است، باید یک علت اجتماعی هم داشته باشه. لذا فکر کردن، فهمیدن که ریشه قماربازی بین خانم ها اینه که خانم ها کار خاصی در خانه ندارن، لذا انسان باید غریزه خودش رو اشباه میکنه، باید سرگرم شده در یک کاری سرانجام. چون غریزه اینها اشباه نمیشود، لذا دست به قماربازی زد.
آمد برای خانوم ها کار تعریف کردن، کارهای زنانه را مشخص کردن، بافندگی، دوزندگی و هر کاری که مناسب شعور و شخصیت زنا بودن، کارگاه ها باز کردن، تشویق کردن، به اینا هدیه دادن. سرانجام بعد از 2-3 سال میگن این مسئله ریشه‌کن شد. چرا؟ چون تدبیر درست اندیشه. در کشور ما هم این گونه است. مسائل بسیار پیچیده است، کار مردم 40 سال است که واقعا گره خورده است، اما اینجا یک مرد با تدبیر و یک اهل اندیشه و خرد میخواهد که این گره ها را با اون پنجه خردمندی و تعقل ورزی خودش بازگشایی بکند. این یک نکته. نکته دوم این است که کسانی که فرمان روا هست، کسانی که زمامدار است، کسانی که تدبیر جامعه به دست اونهاست، باید خیرخواه مردم باشد. علاوه بر اینکه انسانهای خردمند باشد، باید خیرخواه مردم باشد. امام معصوم میفرماید علیکم بالنصح لله فی خلقه فلن تلقوه بعمل افضل منه. بر شما باد، یعنی بر شما دولت مردان، بر شما کسانی که زمام امور یک تعداد انسان ها در دست شماست، بر شما باد که خیرخواه مردم باشید، خیرخواه بندگان خدا باشید، و بدانید که فردای قیامت هم هیچ توشه برای شما بالاتر از خیرخواهی بندگان خدا نیست. فلن تلقاه بعمل افضل منه، هیچ عمل بالاتر از خیرخواهی برای بندگان خدا، برای دولت مردان نخواهد. لا خیر فی قوم لیس بناصحین، بدترین فرمان رواها این ویژگی را دارد. در مقابل لا خیر فی قوم، هیچ خیری نیست، هیچ برکتی نیست در اون فرمان رواها و زمامدارانی که لیس بناصحین، خودشان که خیرخواه مردم نیستن که هیچ. ولا یحبون الناصحین، از اون طرف گوششون از نصیحت خیرخواهان هم بدهکار نیست. اینجور دولت مردان و اینجور زمامداران یا هر انسانی که در هر پست و مقامی هست، اگر نه خودشون خیرخواه هست و نه خیرخواهی دیگران را قبول دارد، میگن این بدترین انسان هاست. خیرخواهی چیست؟ خیرخواهی اینه همان چیز را که برای بستگان خودتون، برای نفس خودتون، برای قوم خودتون، برای ملت خودتون پسند میکنید، برای دیگران هم پسند کنید. همه اعضای جامعه را به عنوان عضو یک خانواده باید تلقی کنید. اگر دولت مردان ما این گونه بود، اینها خیرخواه مردم است. این نشان من سعا فی حاجت لأخی فلم ینصحه فقد خان الله و رسوله. کسی که زمامدار امور مردم باشد، خیرخواه مردم نباشد، نه تنها خیانت به مردم کرده است، بلکه خیانت به خدا و خیانت به رسول خدا انجام داده است. اصلا خصلت انبیا، اگر کسی خودش را پیرو انبیای الهی بداند، خصلت انبیا خیرخواهی برای مردم بودن. راجع به رسول خدا می‌فرماید بعثه و الناس ظلال فی حیره، خداوند رسول خدا را برانگیخت در حالی که مردمان در گمراهی بودند، در حیرت بودند. فبالغ فی النصیحه، پیغمبر خدا اونچنان تلاش کردند، اونچنان توش و توان خودشون رو در این مسیر خیرخواهی گذاشتن که و مضا علی الطریقه، تا از این راه حق عبور کردند. قرآن کریم می‌فرماید عزیز علیه ما عنتم، برای پیغمبر رنج مردم بسیار سنگین است. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، او حریص بر هدایت شماست، برای اینکه شما به آسایش برسید، برای که رنج شما برطرف شود، پیغمبر حریصه، اونقدر داره تلاش میکنه، داره خودش را در این راه حلال میکنه. او مهربانه، او رحیمه، او رؤوفه. یک زمامدار مسلمان باید پیرو خط پیغمبر خدا باشد، این گونه باید تلاش بکند برای خیرخواهی مردم. از اون طرف علما و خیرخواهان هم باید نصیحت بکنند، از نصیحت و خیرخواهی نباید فروگذار بکنند. وظیفه خیرخواهان است. میفرماید العلماء فی انفسهم خانتون، دانشمندان هم خیانت کردن اگر سکوت بکنند. این کتم النصیحه، اگر اینها نصیحت نکنند، اینها خیانت کردند.
برای اینکه بفهمیم که آیا ما خیرخواه مردم هستیم یا نیستیم، این نشانه هایی دارن. نشانه های انسان خیرخواه این است: یقظ بالحکم. همیشه وقتی که به عنوان داور در بین مردم قرار میگیرد، حکمشون را عادلانه صادر میکند. ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا. کینه قوم، کینه فرد دیگر موجب نمیشود که او را از راه حق باز دارد. کینه اقوام موجب نمیشود که او را از صراط مستقیم منحرفش بکنند. این آدم خیرخواست. و یعطی بالحق من نفسه. دومین علامت انسان خیرخواه این است که خودش هم تابع حق است. اگر احیانا یک جای قرار گرفت که بین خودش و بین دیگران دعوا صورت گرفت، اگر قاضی حکم داد بر علیه این آدم اگر پذیرفت حق را، این دومین نشانه این است که این آدم خیرخواه است. یرز للناس ما یرزاه لنفسه. برای مردم همون چیزهایی را پسند میکنند که برای خودشان و بستگان خودشان پسند میکنند. اگر شما دوست دارید مردم آزاد باشد، مردم در امنیت باشد، مردم مسلط بر سرنوشت خودشان باشد، مردم امید به زندگی داشته باشد، اگر برای خودمان دوست داریم، برای همگان باید دوست داشته باشیم. ولا یعتدی علی احد. انسان خیرخواه بر هیچ فرد تجاوز نمی‌کند، با حقوق هیچ فرد بناحق دست دراز نمی‌کند. این چهارمین ویژگی انسان خیرخواست. پس تا به حال دو تا ویژگی و دو تا اخلاق برای دولت مردان گفته شد. دولت مردان ما باید اهل خرد باشد و اندیشمند باشد. دولت مردان ما باید خیرخواه مردم باشد. سومین ویژگی این است که زمامداران باید انتقاد پذیر باشند. یکی از پیغمبران خدا گلایه دارد: اگر انسان انتقاد پذیر نبود، معمولا در صراط مستقیم نیست، معمولا راهی که می رود انحراف است. میگن لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون. مردم، من از طرف خدا حق را برای شما آوردم، اما شما حق را نمی پذیرید. پیغمبر خدا گلایه دارد. در سه جاست که خیلی بصیرت میخواد که انسان اگر در این سه تا موقعیت قرار بگیرد و تسلیم حق باشد، این سه تا موقعیت خیلی موقعیت خطیر است. میفرماید خیلی بصیرت برای انسان میخواد، خیلی شخصیتی باید بالا و رسیده باشد، خیلی باید بنده خالص درگاه خدا باشد. میفرماید سلال و سلاف و خلال یقول کل انسان انه على صواب منه. سه تا خلل و نقص در آدمی وجود دارد که هر انسانی ادعا میکند اگر در این سه تا موقعیت باشد، خودش ادعا میکند که من دارم درست حرکت میکنم، در حالی که حرکتش حرکت درستی نیست. یک، دینه الذی یعتقده. یک آدم اگر یک دین را پذیرفته باشد، به آسانی زیر بار حق نمیرود، هرچند این دین انحرافی باشد. پیغمبر وقتی که میآمد با مشرکین میگفتن بابا این بود که فضیلتی نداره، این بود رو خودتون ساختید و مخلوق دست خودتون هست، معنی ندارد که شما یک بود رو که دست ساخته خود شما هست و عقل و شعور هم ندارد، از یک حیوان هم پایین تر اینو پرستش بکنید. اینو چی میگفتن؟ میگفتن پدران ما این رو پرستش میکردن، ما هم میخواییم راهی پدرانمون رو ادامه بدیم. مثل انسان اگر اعتقادی به یک مسئله داشته باشد ولو خرافی باشد، اینجا خیلی مرد کهن میخواهد که واقعا پا روی این عقیده خرافی خودش بگذارد و دست بکشد از این عقیده خرافی. امروز که بشر این همه به ادعای خودش پیشرفت کرده و عقل بشر کامل شده، شما میبینید که هنوز بشر بت پرسته، هنوز بشر آتش پرسته. وقتی که انسان یک عقیده خرافی داشت، عقیده خرافی جلوی نور عقل رو میگیرد، مانع میشود. دومین چیزی که جلوی نور عقل را همیشه میگیرد، گرایش به یک سلسله مسائل است. این سلسله چیزهای را انسان دوست دارد و هواه الذی یستعلی علیه. من و شما تجربه کردیم در زندگی، گاهی طرفدار یک تیمی بازیگر هستیم، یک تیم فوتبال مثلا از اون مثال، گاهی طرفدار یک گروه هستیم،
طرفدار یک قوم هستیم، طرفدار یک گرایش سیاسی هستیم، میفهمیم که این گرایش سیاسی گرایش درستی نیست، میفهمیم که رفتار این قوم رفتار درستی نیست، میفهمیم که این تیم علیه السلامی نیست، ولی چون ما هوادار اون هستیم، گرایشی با اون داریم، عاشق با اون هستیم، ولی لذا زیر بار فرمان عقلمون نمیریم. لذا حدیث شریف است که الحب یعمی و یسیل، محبتی به یک چیز انسان را کور و کر میکنن. من عشق شیئا اعشا بصره و امرز قلبه، انسان اگر عاشق یک چیز شد اون چشمش معیوب میشود و عقلش هم کور میشود. یکی از چیزهایی که باعث میشود ما زیر بار حق نرهیم، در اونجا فکر بکنید که ما گرایش به کدوم حس داریم، گرایش به کدوم قوم داریم. در اینجا یک فکر بکنید، اینجا بصیرت بالا لازم است. این دو. سومین جایی که انسان زیر بار حق نمیرود، تدبیره فا اموره. انسان اگر در یک پست و موقعیت اجتماعی قرار گرفت، هرچند کارشون غلط باشد، هیچ وقت زیر بار حق نمیرود. لذا این سه موقعیت موقعیت خطیری است. هر انسانی که در این سه موقعیت قرار گرفت باید خوب اندیشه بکند که آیا این کارشان درست است یا این کارشان درست نیست. سه تا ویژگی را امروز برای سه تا اخلاق تربیتی برای اهل سیاست گفته شد: مسئله خردمندی و خردورزی، مسئله خیرخواهی و مسئله انتقادپذیری. موضوع دومی که امروز هست مسئله تبعید امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از مدینه به بغداد است. صلوات الله علیه و آله. امام موسی بن جعفر یک امام است. اول اجازه بدید این رو توضیح بدهم امام یعنی چی. در مرحله اول امام یعنی کسی که لیاقت این را دارد که رهبر و مدیر جامعه باشد، این را همه میگن امام. ولی اون امام را که در اصطلاح قرآن منظور است، اون امامی که در اصطلاح اسلام منظور است، مسئله دیگری است. امام علاوه بر اینکه بهترین انسان برای تدبیر امور جامعه است، علاوه بر اینکه بهترین رهبر میتوند در جامعه باشد، او کارشناس دین است. امام البته نه کارشناسی که یک مشتهی هم کارشناسه، منتها اینا کارشناسی دین در پرتو عقلشون، در پرتو اندیشهشون. کارشناسی دین در پرتو عقل و اندیشه ممکنه گاهی خطا بره. نظر شما میبینید مشتهی دین 5 تا مشتهی ممکنه 3 جور فتوا بده، همه این فتوا که نمیتونه درست باشه، حتما یکی اینها، دو تا اینها بر خطا رفته است، یکی اینها بر حق رفته است. پس کارشناسان مجتهدان کارشناسان از روی عقل و اندیشه است، در اینها خطا وجود دارد. اما امام کارشناس دینه، نه کارشناس از روی عقل و اندیشه. او کارشناس معصومه، او کارشناس از طرف خدای متعال است. در علم امام معصوم خطا وجود ندارد، حکم را که امام معصوم صادر بکند عین حکم خداست. مگر پیغمبر خدا نگفت انا مدینه العلم و علی بابها، مردم من شهر علمم، علی دروازه همین شهر است. علم پیغمبر چطور علم بودن؟ آیا پیغمبر در پرتو تعلیم و تربیت و مکتب رفتن و دانشگاه رفتن و خرد ورزی این علم را آموخته بودن؟ خیر، علم پیغمبر یک شب به صورت خارق العاده از طرف خدای متعال به سینه مبارک پیغمبر، به قلب نازنین پیغمبر عرضه شد. همونطوری که علم خارق العاده است، شیوه عرضه کردنش به قلب نازنین پیغمبر هم خارق العاده است. پیغمبر چنان عالم شد، چنان اندیشمند شد که در دنیا نظیر نداشت. در یک لحظه این چنین اندیشمند شد. اون شب قدر بود. انا انزلنا فی لیلت القدر. بله قرآن البته نزول تدریجی هم دارد، ولی نزول دفعی قرآن یک شبه بود، یک لحظه بود. پیغمبر در یک لحظه عالم به تمام علوم قرآن شد. علم پیغمبر پس علم خدادادی بود، علم افاضی بود. شیوه دریافت پیغمبر از طرف خدا هم خارق العاده بود، در توان بشر عادی نیست.
بعد پیغمبر میگن من شهر همون علمی هستم که از طرف خدا دریافت کرده بودم. امیرالمؤمنین دروازه همون علم است، نه دروازه علمی که رفته باشد مکتب دیده باشد، دانشگاه دیده باشد. میگن دروازه علم پیغمبرم. اگر علم پیغمبر علم خارق العاده است، شیوه عرضه کردنش به قلب نازنین پیغمبر خارق العاده است، شیوه عرضه شدن علم از وجود نازنین پیغمبر به وجود امیرالمؤمنین هم به یک شیوه خارق العاده است. امیرالمؤمنین هم با یک اشاره پیغمبر عالم شد، اندیشمند شد. از اون امام به امام دیگر تا به حضرت حجت سلام الله علیه این علوم به این شیوه عرضه شد برای اهل بیت پیغمبر. امام دو تا ویژگی دارند که سرآمد است در بین بشر. قرآن کریم می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. قرآن می‌فرماید ما تعداد از بشر را به عنوان ائمه انتخابش کردیم و جعلنا منهم. خدا میگه من ائمه انتخابش کردیم، نه اینکه مردم برود ائمه انتخاب بکنند. و جعلنا منهم ائمتن، ائمه انتخابش کردیم، یهدون به امرنا، اینا بر اساس دستور ما داره مردم را هدایت میکنند. لما صبرو، اینا دو تا ویژگی داشتن که با این دو تا ویژگی من اینها را امام قرار دادم. یکی لما صبرو، اینا اهل صبر بودن، یعنی در زندگی عادی امام صبرش نسبت به هر بشر عادی بالاترین صبره. صبر هر امام معصوم باید صبر حضرت ایوب باشه. شما هر امام را تجربه بکنید، واقعا تاریخ را ببینید، هر امام را انگوش بگذارید، آیا این گونه بودن یا نبودن. قرآن میگن لما صبرو، یکی از ویژگی های برجسته اینها این بودن که اینا صبری بی نظیر داشتن در بین بندگان خدا. امیر المؤمنین قاتلش در لحظه آخر میگه برین آب بده، برین نان برسانید. قاتلی که داره امیرالمومنین را ضربت زده با شمشیر زهراگین، این صبر یک امام معصوم است. امام حسین در لحظه آخر همه جوانانش را از دست داده، هست و نیستش را دشمنان به تاراج برده، در لحظه آخر میگه مردم اگر شما به راه خدا به صراط مستقیم هدایت شدید، همه شما را میبخشم. این صبر امام معصوم است. موسی بن جعفر 14 سال یا 4 سال تا 14 سال گفتن در زندان هارون رشید بودن، جز رضایت از خدا چیز دیگری از او شنیده نشد. این صبر امام معصوم است. امام در صبر خودش انسان نمونه است، انسان ایدئال است. امام در یقین خودش هم انسان ایدئال است. ما 3 جور علم داریم، 3 جور یقین داریم. یک علم یقین داریم، یک حق یقین داریم، یک عین یقین داریم. شما وقتی که یک دود را میبینید از راه دور پی به آتش میبرید، اینجا یقین پیدا میکنید آتشیست. این علم یقین است. از راه آثار آتش به آتش رسیدید. یک عین یقین است. شما میروید آتش را با چشمتون مشاهده میکنید. این علم شما بالاتر از اون مرتبه جلویست. وقتی آتش را به چشمتون دیدید، دیدن کی بود مانند شنیدن؟ تا میرسه به مرتبه سوم که اون مرتبه حق و یقین است. اون لحظه است که انسان دستشون رو به آتش بزنن و آتش رو احساس بکنن، اون مرتبه حق و یقین است. امام معصوم از حق و یقین برخوردار است، از عین و یقین برخوردار است. به هر حال سخنم این شد که امام معصوم انسان است که در مرتبه عمل او از صبر بی پایان بهرمند است، او از یقین، از حق اليقین، از عین اليقین بهرمند است. اما در مقام نظر امام کارشناس دین است، امام صاحب ولایت تکویلی است، از باطن امور مردم می داند. امام موسی بن جعفر این گونه بودند، چنان شخصیتش مردم مدینه را جذب کردند که هارون الرشید سرانجام امام را از بغداد جلب کردند. گفتن چرا مردم مجذوب شما شدن؟ چرا مردم داره مالیاتش رو مخفیانه به شما میپردازن؟ امام گفت دلیلش اینه که ما در پرتر اون نعمت‌هایی که خدا به ما داده‌اند،
ما بر قلب‌های مردم حکومت می‌کنیم، اما شما بر بدن‌های مردم حکومت می‌کنید. سرانجام امام را تبعید کردند و در بغداد آوردند، مدت 14 سال یا 4 سال در زندان بغداد بود. فسلام الله علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. صلوات الله.